سلام دوستان، یکی از سوالاتی که عمدتاً از بنده و از همکاران من توی بخش خدمات، بخش فروش و از همکاران من پرسیده میشه اینه که چرا دستگاه جوجه‌کشی گروه صنعتی اسکندری گران‌تر از سایر دستگاه جوجه‌کشی حال حاضر بازاره؟ توی این ویدیو میخوام که به این سوال و به این معمایی که توی ذهن مشتریانی که قصد خرید دارن یا حتی خرید رو انجام دادن وجود داره طرح ایراد کنم و پاسخ بدم به این سوال و معمای شما. ببینید، یک شعاری وجود داره که دقیقا صدق میکنه بر فرآیند جوجه‌کشی و بحث جوجه‌کشی و خریدن ابزار برای جوجه‌کشی. اونم اینه که کیفیت را نباید فدای قیمت کرد. ببینید، شما فرض کنید دو تا دستگاه دارید، یک قیمت خیلی پایین، یک قیمت بالاتر. راندمان جوجه‌کشی بالاتر 90%، راندمان جوجه‌کشی پایین‌تر 30%. شما وقتی 30% راندمان جوجه‌کشی داشته باشید، همیشه در حال ضرر. اگه حساب کتاب سرانگشتی جزئی بکنید، حتی پول تخم نطفه داری که می‌خرید داخل دستگاه می‌ذارید هم تامین کننده نیست این 30% براتون. اما اگر 90% راندمان جوجه‌کشی داشته باشید، سودی که از فروش جوجه و پرورش و اینا به دست میارید، علاوه بر اینکه تخم نطفه دارها هزینه تخم نطفه دارها رو پوشش میده، در یک دوره یا نهایتا در دو دوره میتونه حتی هزینه‌ای که برای دستگاه کردید هم پوشش بده و شما به یک حاشیه سود امن و مطمئن برسید و سود داشته باشید هر دوره. اما اگر 30% راندمان جوجه‌کشی داشته باشید، نه تنها دستگاه براتون هزینه‌اش ضرر میشه، بلکه حتی تخم نطفه داری هم که میخرید حتی هزینه اون هم نمیتونید تامین کنید و همیشه در حال ضرر کردن است. بنابراین باید به بحث کیفیت بسیار دقت کنید. یکی از مسائلی که باعث میشه دستگاهی ما گرانتر باشه بحث شانه هستش، بحث سبد های همین کار است. گروه صنعتی اسکندری در مورد اون سبد هایی که خب تخم داخلش قرار میگیره، از سبد های همه کار استفاده میکنه. این سبدها تکنولوژی بروزی هستش که معمولا تو کل دنیا مورد استفاده قرار میگیره و شرکت های بزرگی مثل آرکام کره جنوبی که شرکت تراز اول در این رسته هستش توی دنیا، شرکتی مثل برنسیا بریتانیا و آمریکا، همشون از این سبدهای همه کار استفاده میکنن و گروه صنعتی اسکندری هم الان چند ساله که به این تکنولوژی دست یافته، قالب سازی های لازم رو انجام داده و این سبدها رو تولید میکنه و برای دستگاه جوجه‌کشی سبدهای همه کار رو ارائه میده خدمتتون. خب شما وقتی دستگاه دیگر رو میخرید، دستگاه ارزان قیمت رو میخرید، معمولا شانه مخصوص خود تخم رو میدن بهتون. یعنی اگه تخم مرغ میخواید بذارید داخل دستگاه، باید شانه تخم مرغ داشته باشید. حالا به خاطر تغییر فصل، تغییر شغل یا به خاطر سوددهی بالای مثلا بلدچین، بوقلمون یا قاز، سایر پرنده ها خاصی سایر پرنده رو جوجه کشی کنید، برای بلدچین باید شانه مخصوص بلدچین بخرید. یه وارد شانه میخواد و کل هزینه دیگه 100 تا 200 تاش کلی پول میشه و باید شانه بلدچین بخرید. میخوام بوقلمون بذارم، شونه بوقلمون باید کلی بخرم، یا مثلا میخوام شونه گاز بخرم، خب باید کلی شانه گاز بگیرم. ببینید، بحث این که تخمو باید ایستاده بذاریم یا خوابیده بذاریم و توی ویدیوهای قبلی براتون گفتم، اونجا حتما دقت کنید، نگاه کنید که خوابیده گذاشتن تخم در کل اون برآیندی که فیلم داشت این بود که خوابیده گذاشتن تخم بهتر از ایستاده گذاشتن تخم بود. توی شونه‌های همه کار شما این رو به راحتی میتونید داشته باشید، هم ایستاده بذارید هم خوابیده. اما توی شونه‌های دیگه‌ای که وجود داره، معمولا روی دستگاه ارزان قیمت داده میشه شانه‌ای که مخصوص خود تخم هستش، مجبوری که ایستاده بذارید. یک دو و وقتی ایستاده می‌ذارید اون حفره ها رو پر می‌کنید، کاملا فضای سبد پر میشه، دیگه راهی برای نفوذ هوا اینا وجود نداره و به مراتب و اون چیزی که علم روز دنیا و همچنین شرکت‌های پیشرفته دنیا دارن استفاده می‌کنن، اون چیزی که برامون نشون میده اینه که شانه‌های همه‌کاره بسیار بهترن، باصرفه‌ترن، ولی خب هزینه های قالب سازی اینا داره. کما اینکه وقتی ما این شانه ها رو وارد بازار ایران کردیم، کلی سرکوب و مورد انتقاد قرار گرفتیم از سایر شرکت های سازنده دیگه که وجود داره توی ایران. اما الان که سال 99 همه اون شرکت ها مخصوصا برای شانه های همه کاره یا مثل شانه های دوار گروه صنعتی اسکندری که وقتی اولش اومد خیلی سرکوب کردن و انتقاد کردن در موردش، اما الان سایر شرکت های دیگه سازنده که سرکوب میکردن بعد 5 6 سال تازه به این فکر رسیدن که شانه ها خوبه و اومدن به روی الگو برداری از گروه صنعتی اسکندری و قالب سازی کردن و دارن شانه های دوار ما رو میسازن، حتی همایش های مختلف میذارن برای معرفی کردن این شانه ها و همشون رو آوردن به این مورد. اما خب باور کنید هزینه های قالب سازی بسیار سنگینه، این خودش یک عاملی برای بالا رفتن قیمت تمام شده دستگاه. از طرف دیگه راکا و شاسی های دستگاه هستش.
راکا شاسی دستگاه گروه صنعتی اسکندری از آلومینیوم ساخته میشه. آلومینیوم هایی که قالب سازی شدن مخصوص این کار هستن و کاملا آب بند و هوا بندن. در مورد این راکا و شاسی هم فیلم ساختم، توی پیج هست، حتما برید سر بزنید و مقایسه هم کردم با راکا و شاسی هایی که برای دستگاه ارزان قیمت استفاده میشه که معمولا از گالوانیزه و ورق ساخته میشه که به هیچ وجه برای جوجه کشی مهم نیست، مناسب نیست و تو اون ویدیو هم کاملا توضیح دادم خدمتتون. آلومینیوم های گروه صنعتی اسکندری علاوه بر اینکه آنودایز شدن، رنگ کوره هم خوردن، پوسیدگی ندارن و آلودگی و میکروب پرور و آنتی باکتریال هم هستن. از طرف دیگه سنسور یک عامل مهم در دستگاه جوجه کشی هستش. سنسور حساس ترین وظیفه رو در دستگاه جوجه کشی داره که دما و رطوبت داخل دستگاه رو میخونه و باید خیلی دقیق باشه. تا این لحظه‌ای که در خدمتتون هستم، ویدیو رو میسازم در آبا ماه 1399، هیچ شرکتی در ایران از سنسورهای نسل 3 یا نسل جدید شرکت SHT سنسریون استفاده نمی‌کنه به غیر از گروه صنعتی اسکندری. دستگاه جوجه کشی ما سنسورهای نسل جدید SHT سنسریون را داره. خیلی راحت الان که عصر ارتباطات و تکنولوژی هستش، خیلی راحت میتونید یه سرچ داشته باشید و برید به صفحه شرکت SHT سنسریون، ما اونجا مقایسه کنید قیمتی که این سنسور داره با سنسورهای ارزان قیمت آنالوگ دیگه‌ای که روی دستگاه ارزان می‌ذارن. و اون وقته که متوجه میشه که این سنسوری که قیمت بالایی رو داره، علاوه بر این خب هزینه‌های گمرک رو وارد به کشور، خب باعث میشه که هزینه سنسور بره بالا و در نتیجه قیمت تمام شده دستگاه بالا خواهد رفت. اما علاوه بر قطعات مختلفی که خدمتتون گفتم، علاوه بر هزینه‌های مختلفی که در مورد قالب سازی و قطعات با کیفیت و این چیزایی که وجود داره بر روی دستگاه ما هست و بر روی سایر دستگاه ارزان قیمت به هیچ وجه استفاده نمیشه، موضوعی که بسیار مهمه و چالش برانگیزه اینه که مردم بصیرت و قدرت تشخیص کافی رو دارن. فقط کافیه که قبل از اینکه خرید کنید یه سری اطلاعات رو جمع‌آوری کنید و ویدیوهایی که مثل این ویدیوهایی که صادقانه خدمتتون تهیه کردم رو نگاه کنید، یا حتی برید سر بزنید به سایت‌های مختلف شرکت‌های مختلف و مقایسه کنید. علاوه بر قیمت قطعات و کیفیت قطعات و اینایی که بررسی مهم استش و بررسی هم شد، موردی که بسیار مهمه بازار فروشه. به جرئت میتونم بگم 2/3 بازار فروش دستگاه جوجه کشی در کشور عزیزمون ایران الان دست گروه صنعتی اسکندری. یعنی اگر ما گروه صنعتی اسکندری 2 تا دستگاه بفروشیم، سایر شرکت ها با هم جمع بشن شاید 1 دستگاه رو میفروشن. 2/3 بازار، یا حتی میتونم اینطوری بگم که به جرئت 70%، 75% بازار دستگاه جوجه کشی گروه صنعتی ایران در دست گروه صنعتی اسکندریه و آمار فروش بسیار بالاتری رو به نسبت همه شرکت‌های دیگه تو ایران ما به خودمون اختصاص دادیم. این نشون از اینه که مردم و کسایی که اهل فن و اهل حرفه هستن قدرت تشخیص دارن، میرن تحقیق میکنن، جمع‌آوری اطلاعات میکنن و در نتیجه دستگاه با کیفیت رو انتخاب میکنن. چون همونطوری که اول این ویدیو خدمتتون گفتم، کیفیت بالا اگر داشته باشید با سودی که به دست میارید میتونید هزینه‌های خودتون رو پوشش بدید. اگر کیفیت پایینی رو کیفیت پایین رو داشته باشید و راندمان پایین رو داشته باشید، قطعاً این جوجه کشی که شما میخواهید به عنوان کسب و کار برای خودتون راه بندازید، در آخر خروجی و بازدهی که براتون داره قطعاً ضرر خواهید کرد و ضررهای جبران ناپذیر مالی بسیار زیادی رو متحمل خواهید شد.